تیم فروش با چالش‌های زیادی در انجام فعالیت‌ها و مأموریت‌هاش مواجهه. دنیا اینقدر دنیای سختی شده. همه شرکت‌ها در حال فعالیت هستند. دانش هر روز داره پیشرفت می‌کنه، فناوری هر روز داره تغییر می‌کنه. و الان یکی از مهم‌ترین وظایفی که تیم‌های خرید در داخل هر سازمان‌هایی که تا جایی که می‌توانند بهینه‌تر بخرند، تا جایی که می‌توانند با کیفیت‌تر بخرند، تا جایی که می‌توانند سود سازمان رو بیشتر کنند. و الان مدیران از شرکت‌ها بر تیم خرید برای یک بخش از سازمان که بتواند فعالیت‌های سودآور رو در سازمان ایجاد کنه نگاه می‌کنند. در نتیجه وقتی خرید اینقدر قرار سختگیرانه رفتار کنه، کار تیم فروش خیلی سخت‌تر میشه. و تیم فروش با چالش‌های جدیدی روبرو میشه که شاید در گذشته و در زمانی که تعداد شرکت‌های تولید کننده و تعداد شرکت‌های خدمات دهنده کمتر از الان بود، فضای راحت‌تری داشتن. در نهایت چالش‌های فروش به دو دسته تقسیم میشن: دسته بیرون سازمان و دسته درون سازمان. بیرون سازمان تغییرات در مشتری است. مشتریامون استراتژی‌هاشون رو تغییر میدن. مشتری‌های ما در طول زمان تصمیم میگیرن از یک بازاری کویت کنن، به یک بازار دیگه ورود کنن. مشتری‌ها در طول زمان تصمیم میگیرن که محصولات جدیدی رو عرضه کنند. مشتری‌ها در طول زمان تصمیم میگیرن که به دلیل فشار اقتصادی که برای اونها وارد میشه، بخشی از نیازهاشون رو با روش‌های ارزان‌تری یا به روش‌های دیگری تامین کنند. رقبامون هم تغییر میکنند. رقبا تکنولوژی جدید میارن، رقبا مدیران فروش جدید میارن، رقبا محصولات جدیدی به بازار عرضه میکنند. در طول زمان بالاخره رقبا عوض میشن و کسی که مدیر فروشه همیشه با این چالش مواجهه که خب امروز رقبا قراره چیکار کنند، فردا قراره چیکار کنند، چه استراتژی‌هایی و چه تاکتیک‌هایی رو دارن برای افزایش سهم بازار. و نهایت مهمترین تغییری که شاید الان خیلی همه باش مواجهیم و به راحتی در زندگی حتی شخصیمون هم می‌بینیم، تغییر در فناوری. این تغییر در فناوری از فناوری‌هایی که در داخل یک تیم فروش استفاده می‌شود هست تا تغییراتی که در داخل فناوری‌هایی که در داخل مشتری‌ها، در داخل رقبا و در داخل مصرف کننده‌هامون هست. یک سری چالش‌های درون سازمانی هم داریم. این چالش‌های درون سازمانی این که سازمان هر سال، هر چند ماه قراره که یک یا دو یا چند تا محصول جدید بده و این محصول جدید هی لود کار تیم فروش رو اضافه میکنه. امسال 10 تا محصول داره میفروشه، سال بعد میشه 12 تا، سال بعد میشه 14 تا، سال بعد میشه 16 تا. این تنوع طلبی که مصرف کننده ها و مشتری ها پیدا کردن، این تنوع طیف نیازها یک سازمان مجبور میکنه که هی محصول جدید بزنه و هی بخواد با مشتری ها رابطه عمیق‌تر و چند جنبه چند وجهی‌تری داشته باشه. در نتیجه تیم فروش کاری سخت‌تر میشه. همچنین تیم فروش با این چالش خیلی جدی مواجهه که بر تیم خودش داره آموزش میده، داره تیم خودش رو قوی‌تر میکنه و در حین اینکه داره قوی‌تر میشه، در نتیجه آدم‌های خوبش، فروشنده‌های خوبش با پیشنهاداتی از شرکت‌های دیگه مواجه میشن و برای اینکه بتونه اونها رو نگه داره، مجبوره که هی هزینه‌های تیم خودش رو بیشتر کنه. مجبوره که با این افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم کنه و باید بتواند اقداماتی رو بکنه که همچنان تیم خودش رو بهره‌ور نگه داره. حالا برای این چالش‌ها مدیریت فروش یک دسته پاسخ خواهد داشت. یکی اینکه بیاد افزایش بهره‌وری فروش بده. اینکه چطور میتواند در راستاهای مختلف بهره‌وریش رو زیاد کنه، چطور میتواند درآمدش رو بیشتر کنه، چطور میتواند جایی که میتونه کارش هزینه بده بدون اینکه به تیم فروش و نتایج فروش در واقع اخلالی در آنها ایجاد شه و چطور میتواند ارزشی رو برای مشتری خلق کنه که این ارزش به گونه‌ای باشه که مشتری قدرت سویچ کردنش کمتر شود، به راحتی نتواند از این شرکت به آن شرکت در واقع برود و دیگه از این شرکت نخره بره یه شرکت دیگه بخره، یا اینکه چطور کاری کنه که مشتری هم سودمندی بیشتری از کار کردن با شرکت داشته باشه تا بتواند به اهداف سوداوری خودش برسه.
و همچنین دسته سوم پاسخ ها ارتقای رهبری فروشه که چطور بیایم تیم فروش رو در واقع به گونه‌ای هدایت کنیم که با چالش هایی که الان در دنیا باش مواجهیم بتونیم دست و پنجه نرم کنیم. ارزش مشتری یعنی چی؟ ارزش یعنی که اون چیزی که ما به مشتری میدیم و مشتری چقدر درک میکنه. حالا محصول، خدمات، با چه چیزهای دیگری بهش میدیم؟ محصول میدیم با یه لبخند، محصول میدیم با خدمات پس از فروش، محصول میدیم با در پکیج درست، در زمان درست، در سیستم تصویری درست، چه ارزشی رو میتونیم به مشتری خلق کنیم و مشتری چه درکی داره از معامله کردن با ما. به این میگن ارزش. الان به گونه‌ای شده به خاطر اینکه خیلی همه محصولات رو رقبای زیادی تولید میکنند و دیگه کمتر شرکتی هست که به صورت یونیک پروداکتی تولید کنه، شرکت‌ها مجبور میشن که دیگه فقط به پروداکت و فقط به محصول یا سرویس فکر نکنن و در کنار اونها مزایایی رو به مشتری پیشنهاد بدن که ارزش درک شده توسط مشتری بیشتر بشه. مثلا خیلی از شرکت‌هایی که شرکت‌های بزرگی هستن و مواد اولی می‌خرن برای تولید محصول خودشون، سر این آدم‌ها به شدت شلوغه. این آدم‌ها بهش همش تو جلسه هست، آدم‌های تصمیم گیرنده اصلی همش تو جلسه هستن، درگیر بوروکراسی بزرگ سازمان خودشون هستن و خیلی شاید وقت نکنن که ببینن که هر مشتری، هر تامین کننده چه مزایایی برای اونها داره و چه خدماتی رو میتونه به اونها بده. یه شرکتی تو ژاپن اومده تمامی مزایا و خدماتی رو که داره رو تحت یک کتابچه رایگان به همه مشتریاش داده و با این کار تونسته 50% فروش خودش رو زیاد کنه. مدیران وقت دارن در زمانهایی که در زمانهای غیر کاری هست، در زمان نهار هست، در زمان استراحت هست، ورقی میزنن اون کتابهای که مشتری بهشون داده رو و میبینن که این خدمات خوبه، این محصول خوبه، این مزایا رو ما میخوایم و شروع میکنن در واقع ارتباط برقرار کردن و سرویس گرفتن از این مشتری. یا اینکه خیلی از شرکت هایی که الان تجهیزات پزشکی میفروشند یا محصول دارویی میفروشند، کاری که میکنن اینه که از پزشکان کمک میگیرند. همه بیماران در همه جای دنیا مهمترین ریفرنسی که دارن پزشکه و اگه پزشک بگه این دارو رو بخور حتما خواهند خورد، اگر پزشک بگه از این فشارسنج استفاده کن، 50 تا فروشگاه هم شده میرن تا اون فشارسنج رو پیدا کنند. شرکت ها در واقع میان با کمک آدم هایی که حالا به اینا میگیم مدرپ، با این کمک این آدم ها خدماتشون و محصولاتشون رو برای پزشکان مرتبط توضیح میدند، ارائه میکنند، پرزنت میکنند که ما چه خدماتی رو با چه استانداردهایی به در واقع به بیماران در واقع میدیم و پزشکان اگر در واقع مورد تایید پزشکان باشه، پزشکان اونا رو توصیه میکنند و ریکامند میکنند به بیماران. در نتیجه خرید این شرکت، در واقع خرید این بیماران از آن شرکت ها خواهد بود و فروش این شرکت ها به شدت رشد کرده. یا در شرکت هایی که سود کمی دارند، مثلا تولید کاغذ، این شرکت ها میان با سود اندکی به روزنامه ها کاغذاشون رو میفروشن در یک اسکیل خیلی بزرگ با سود 1%، 0.5%، به قرارداد استراتژیک با هم میبندن، قرارداد 2 ساله، 3 ساله که تنها تامین کننده این تامین کننده کاغذ باشه و اونها هم به صورت کامل و 100% این شرکت رو تامین کنند و از این شرکت ها اکانومی آف اسکیل ایجاد میکنن و از این صرفه به مقیاسی که ایجاد کردن در خرده فروشی ها سود بالاتری کسب میکنن. در نتیجه هم روزنامه در واقع به اهداف خودش رسیده، هم شرکت کاغذسازی. برای افزایش بهره‌وری فروش ما باید بدونیم که به صورت سنتی وقتی که راجع به فروش ما داشتیم فکر میکردیم، ما داریم فکر میکنیم، همه اینطوره که میگن خب چقدر فروختی؟ در همه سازمان های دنیا، در همه دنیا سازمان فروش باید یک عدد فروشی رو دلیور کنه، تحویل بده به سازمان و از با اون در واقع عمل کردش ارزیابی میشه. میگن این سازمان 2 میلیارد در ماه میفروشه، 1 میلیارد، 100 میلیون، 10 میلیون میفروشه.
و مدیر فروش با این عمل کرد خودشو به سازمان و به حتی به بقیه معرفی میکرد. ولی کم 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 داریم میریم به سمت این که میگن آقای مدیر فروش شما علاوه بر این که باید آن عدد فروش رو ایجاد کنی، باید بتوانی سوداوری سازمان رو محقق کنی، در نتیجه باید آن کالایی که سودآورتره رو بیشتر بفروشی، در نتیجه باید هزینه های خودتو در چارچوب های مشخص شده ای بتوانی در واقع ثابت نگه داری یا حتی کاهش بدی، در نتیجه افزایش بهره‌وری یک کارکردی که به تازگی در داخل تیم فروش داره اضافه میشه و به شدت هم مهمه. چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا دو تا مثال ساده بزنم. مثلا اینکه ما برای تیم فروش و در شرکت‌هایی که خیلی بزرگن 2000 تا 3000 تا 10000 تا فروشنده دارند، هزینه آموزش به شدت هزینه زیادی است. و ولی میشود مثلا با یک سیستم آنلاین ویدیو بیس شما محتوا کانتنت آموزشیتون رو درست کنید، اینو در اختیار با یک سیستم های در اختیار همه تیم فروش قرار بدید و یا هزینه های آموزشتون رو به یک دهم، یک پنجم کاهش بدید. یا همیشه نیازی نیست که ما برای اینکه بتوانیم مشتریای بالقوه‌مون رو شناسایی کنیم، فروشنده‌هایی بگیریم که از این مشتری به آن مشتری در واقع به آن مشتری در واقع مثلا مراجعه کنن. میتونیم در این سیستم‌های جدیدی که به عنوان شبکه‌های اجتماعی همه دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، بریم تو اینستاگرام، بریم تو لینکدین، بریم تو فیسبوک، ببینیم چه کسی مثلا تو اون کاری است که ما قرار محصول بفروشیم. اون آدما رو شناسایی کنیم، بهشون پیام بدیم، با اون پیام‌ها سعی کنیم که آدم‌ها رو در واقع به سمت خودمون جلب کنیم و این شکلی هزینه‌های در واقع مراجعه به مشتریان بالقوه رو به شدت کاهش بدیم.